خیلی مهمه دوچار این نشیم که فکر کنیم سقف مطالبات ما سقفیه که جمهوری اسلامی تعیین کرده و این اولویت بندی رو که انجام میدیم باز میتونه خطرناک باشه. اولویت بندی از این نظر که مثلا این خواسته مهمتر از یه خواسته دیگه، چون که به هر حال هر جامعه ایران مثل هر جامعه دیگه، زنان ایران مثل زنان جامعه های دیگه ای، الزاماً همگی با هم ممکنه مثلا یک مسئله نداشته باشن، مسائل مختلفی داشته باشن در مبنای اینکه کجای کشور زندگی میکنن، از چه طبقه اجتماعی اقتصادی میان، چه تجربه هایی داشتن، از چه گروه های اتنیکی یا اقلیت های میان. بنابراین مطالبات میتونه خیلی سطحش گسترده باشه اگه بخوایم جزئی نگاه کنیم، ولی من فکر میکنم که زنان ایرانی هر مطالبه ای هم که داشته باشن از نظر حالا جزئیات، در نهایت چیزی که من میبینم، صحنه ای که من توی این سالها دنبال کردم و دیدم اینه که به دنبال واقعیتش اینه که کرامت انسانی هستن، به دنبال این هستن که به کرامت انسانیشون احترام گذاشته بشه، به عنوان دنبال این هستن که شهروند درجه دو نباشن در همه مسائل، چه وقتی که راجع به پوشش حرف میزنیم، چه وقتی راجع به حق اشتغال حرف میزنیم، چه وقتی راجع به حق آموزش و آزادی بیان و غیره. بنابراین من فکر میکنم اگه قرار باشه بگم واقعیتش اینه که دنبال چی هستن، دنبال کرامت انسانی و دنبال تساوی در حقوقشون. و وقتی که میگم تساوی، منظورم اینه که حتی اون جاهایی که یک مرد ایرانی ممکنه در شرایط جمهوری اسلامی که تمام حقوق آدم ها در واقع یه جورایی نصف نیمه است و با شرط و شروطه، حتی در این شرایط هم با زنان ایرانی شهروند دوم حساب میشن بر اساس قانون و بر اساس خیلی از سیاست های جمهوری اسلامی. بنابراین تساوی و کرامت انسانی رو من فکر میکنم مهمترین مطالبات زنان اگه بخوایم کلی بهش نگاه کنیم. که زنان رو وقتی نگاه میکنین و کار اکتیویزمشون رو و مطالباتشون رو شما در سطح جامعه میبینین، یعنی و در سطح جامعه با رویکردهای متفاوت، و به نظر من این قدرت و قوت این جنبش هستش. تفاوت‌های راهکاری به نظر من این ضعف نیست و قوته. بنابراین من فکر می‌کنم که همه اینها در کنار هم مهم بوده و هست برای اینکه زنان ایرانی در نهایت به حق خودشون برسن. من فکر میکنم در ساختار جمهوری اسلامی به حقوق خودشون به صورت کامل هیچ وقت نخواهند رسید، ولی در این حال فکر میکنم اگر قانونی در حد خیلی کوچیکی عوض شده، نتیجه سالهای سال تلاش زنانی هستش که سعی کردن در بطن همون ساختار جمهوری اسلامی تا اونجایی که میتونن کاری از پیش ببرن و مثلا در حد کوچیکی قانونی را در یه حدی اصلاح کنن. صحبت‌های مادران دادخواه که این روزا گوش می‌کنم، مادرانی که کودکان و جوانان خودشون رو توی این تظاهرات چند سال اخیر یا مثلا کشتارهای سال‌های پیش از دست دادن، فکر می‌کنم که برای من رهبران مدنی ایران این روزها مادران دادخواه هستن و نگاه می‌کنم ببینم اونا چه کار می‌کنن. و به نظر میاد که اونا رأی نمیدن و خیلی خواسته های مشخصی دارن که بهش توجه نشده و بهش بی‌احترامی شده.